آشنایی با ساز دف. دف یکی از سازهای کوبه‌ای در موسیقی ایرانی است که شامل حلقه‌های چوبی است که پوست نازکی بر آن کشیدند و با ضربه‌های انگشت می‌نوازند. این ساز از سازهای ضربی ایرانی شبیه به دایره ولی بزرگتر از آن و با صدای بمتر است. حضور دف در ایران به زمان ایران باستان برمی‌گردد. شکل چهارگوش آن در تمدن ایلام در قرن‌های هفتم و هشتم قبل از میلاد به کار می‌رفته است. دف چهارگوش هنوز در برخی کشورهای عربی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دف گرد یا دایره شکل در مصر 1300 سال پیش از میلاد دیده می‌شود. دف معمولاً از پوست حیوانات و گاهن با تلق نیز ساخته می‌شود. برای ساختن دف با پوست طبیعی از پوست حیواناتی همانند گوسفند، بز، آهو و میش استفاده می‌گردند. پوست مناسب پوستی است که کهنه باشد. پوست مصنوعی. پوست مصنوعی نسبت به پوست‌های طبیعی خواصی دارد که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. داشتن کوک ثابت، قابلیت کوک با نوت برای هر دفعه معین، یک دستی ضخامت سطح پوست دف، یک دستی کشش و یک دستی مواد سازنده در کل پوست، عدم جذب رطوبت در نتیجه عدم تغییر حالت بر اثر آن، عدم تغییر کوک در حال اجرا، تاب بر نداشتن کمانه به دلیل کشش یکسان پوست، صدای استاندارد شده همانند سازهای ارکستر و سمفونیک، تجزیه نشدن توسط باکتری ها و میکروب ها، نداشتن بوی نامطبوع. این ساز در گذشته بیشتر برای نواختن در خانقاه ها و موسیقی عرفانی مورد استفاده قرار می گرفت، ولی امروزه در اکثر سبک های موسیقی ایرانی شامل موسیقی دستگاهی، مقامی، فولکلوریک، تلفیقی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه ساز دف از 5 قسمت تشکیل می شود. 1. قاب. 2. زنجیر. 3. گلمیخ. 4. پوست. 5. جای انگشت شست دست چپ. حلقه چوبی این ساز به این صورت است که عرض آن حدود 5 تا 7 سانتی متر و قطر آن از 25 تا 40 سانتی متر است. بر یکی از سطوح این ساز پوست کشیده شده و در داخل جدار چوبی آن حدود 40 حلقه فلزی قرار گرفته است. نوت‌نگاری این ساز به صورت تک خطی و سه خطی می باشد و از نوازندگان به نام این ساز می توان به استاد بیژن کامکار و استاد مسعود حبیبی اشاره کرد.